برای عبور از رودخانه دادوهه تنها یک مسیر وجود دارد، پل قدیمی لوبین، پلی که در سال 1706 ساخته شده است. اینجا معروفترین نبرد این راهپیمایی بزرگ رخ خواهد داد، نبردی حماسی که به یاد آورنده داستانهای حماسی چین باستان است. این پل 100 متر طول و 3 متر عرض دارد. 13 رشته زنجیر این پل را سر پا نگه داشتند. روی این زنجیرها الوارها امکان عبور را ایجاد می کنند. سربازان چیانگ کایچک پیش از رسیدن ارتش انقلاب الوارها را برداشته، تنها زنجیرها باقی می مانند، چرا که عبور از روی آنها بدون الوار تقریبا غیر ممکن است. این پل مدت ها بود که وجود داشت. هزاران نفر از مردم منطقه با پول خودشون برای ساخت اون سرمایه گذاری کرده بودند. زندگی اونها وابسته به این پل بود. اونها می دونستن در صورت خراب شدن این پل سالها طول می کشه تا دوباره اون رو بتونن درست کنن. نیروهای چیانگ کایچک هم فکر می کردن می شه بدون تخریب پل جلوی عبور ارتش ما رو گرفت. در دو طرف پل نبردی سنگین آغاز می کردن. برای عبور از پل تنها نیاز به فداکاری است. 22 تن از انقلابیون خود را برای یک حمله ناگهانی از روی پل داوطلب می کنند. انقلابیونی از جان گذشته. اونا با نارنجک و سلاح‌های انفرادیشون حمله رو شروع کردن. دشمن با مسلسل‌های خودکار بارونی از گلوله به سمت اونا می‌بارید. واقعاً نبرد سنگین و جانفرسا بود. راهپیمایی بزرگ قسمت آخر. آن گروه جلودار بر روی زنجیرهای پل متر به متر پیش روی می کنند. هر از گاهی یکی از آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفته به درون رودخانه می افتد. با کشته شدن هر نفر اراده سایرین برای ادامه پیشروی بیشتر می گردد. سرانجام نخستین گروه آتش انقلاب می تواند از پل بگذرد. امروز 29 می 1935 است. بزرگترین اشتباه راهبردی فرماندهان چیانگ کایچک این بود که زنجیرهای پل را از بین نبردند. این اشتباه برآمده از یک اشتباه پایه‌ای‌تر بود. آنها هنوز شناخت عمیقی از توان یک نیروی انقلابی نداشتند. نیرویی که همه چیزش را در راه مردم گذاشته است. گذشتی که توانی شگفت به او می‌دهد. اگر نیروهای چیانگ کایچک پل را خراب کرده بودند، به گفته ای شاید کار ارتش انقلابی تموم شده بود. اونها مجبور بودند پخش بشن. خسارت خیلی زیادی بهشون وارد بشه. شاید که فرمانده مجبور می‌شد فرمان پایان راهپیمایی رو صادر کنه. تا رودخانه دادوهه رزمندگان ماو 5000 کیلومتر طی کردند، اما هنوز خیلی مانده تا به هدف یعنی منطقه امن در شمال چین برسند. در ایالت سیچوان مسیرهای کوهستانی پوشیده از برف در انتظار آنهاست، منطقه‌ای که ارتفاع کوههای آن گاه تا 4000 متر می‌رسد.